مقاومت ایران افشا می کند. جا به جایی سایت اتمی دیکتاتوری آخوندی برای اخفال جامعه جهانی و ردگم کردن در مقابل هر بازدید احتمالی. پاریس 18 مهر 1392. مقاومت ایران طی یک کنفرانس مطبوعاتی که روز پنجشنبه 18 مهر در پاریس برگزار شد، جابجایی یک سایت اتمی توسط دیکتاتوری آخوندی را که برای اخفال جامعه جهانی صورت گرفته است، افشا کرد. آقای مهدی ابریشمچی، مسئول کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت ایران، در این کنفرانس اعلام کرد فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران سازمان پژوهش نوین دفاعی به نام سپند را که مرکز تحقیقات و طراحی بخش بمب‌سازی پروژه اتمی آخوندهاست، به خیابان پاسداران، میدان نوبنیاد، خیابان حسین لنگری، اقدسیه، خیابان صنایع، روبروی بیمارستان چمران، وابسته به وزارت دفاع رژیم منتقل کرده است. این ارگان یک سازمان مستقل در وزارت دفاع رژیم است و تحت سرپرستی معاون وزیر دفاع که خود یک پاسدار است اداره می شود. اطلاعات محل جدید سپند کاملا طبقه بندی شده و سری است و رژیم با تمام قوا تلاش کرده است که این اطلاعات و محل جدید کاملا مخفی بماند. اما طی یک ماه گذشته منابع مقاومت در داخل وزارت دفاع رژیم، سپاه پاسداران و دانشگاه سپاه پاسداران موسوم به دانشگاه امام حسین بدان دست یافتند. Selon les informations de la résistance iranienne obtenues de l'intérieur du régime des mollahs, premièrement, pour dissimuler ses activités nucléaires, le régime iranien procède actuellement à une vaste opération de transfert de l'Organisation pour la recherche nouvelle de défense. C'est une organisation en iranien, il s'appelle Sazman Pajouhesh Novine Defa'i, SPND. بیفزود این جابجایی از اوائل شهریور ماه شروع شده و هنوز در جریان است. ریاست این ارگان با پاسدار محسن فخریزاده مهابادی، مهره کلیدی برنامه مخفی رژیم برای دستیابی به بمب اتمی است که نامش در لیست تحریم سازمان ملل قرار دارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سالهاست به دنبال مصاحبه با اوست. اما رژیم مطلقاً امکان دسترسی به فخریزاده را به آژانس نداده است. مقاومت ایران حدود 100 مهره فنی و تخصصی دیکتاتوری آخوندی را که در بخش‌های مختلف سپند مشغول کار بر روی پروژه تسلیحات اتمی دیکتاتوری آخوندی هستند، افشا کرده است. این ارگان اتمی رژیم که ابتدا با نام مرکز تحقیقات فیزیک کار خود را شروع کرد و بعد به آماد در سایتی به نام شیان لویزان تغییر اسم داد، توسط مقاومت ایران در اردیبهشت 1382 مه 2003 افشا شد. در آن زمان ریاست این مرکز با پاسدار فخریزاده بود و مسئولیت پرونده اتمی رژیم را آخوند حسن روحانی بر عهده داشت. نهایتاً بعد از چند تغییر سازماندهی، دیکتاتوری آخوندی در فوریه 2011 این ارگان را در سپند متمرکز کرد. یه 5 ماه بعد مقاومت ایران آن را افشا کرد و این روشنگری بعداً در نوامبر 2011 مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. مهدی ابریشمچی در کنفرانس پاریس تأکید کرد فاشیسم دینی حاکم بر ایران با بحران‌های بزرگی مواجه است که موجودیتش را به خطر انداخته و رژیم برای خروج از این بحران‌های مرگبار روی چند مؤلفه حرکت می کند که عبارتند از گسترش سرکوب و افزایش اعدام‌ها در داخل به منظور ارعاب عمومی، جنایات وحشیانه برای انهدام مقاومت سازمان یافته، تشدید جنگ در سوریه و تلاش همه‌جانبه برای نجات دیکتاتور خون‌آشام آن بشار اسد، تلاش با تمام قوا برای رسیدن به بمب اتمی و قرار دادن جامعه جهانی در مقابل عمل انجام شده.
در چنین موقعیت بحرانی و تحت فشارهای بین المللی و افشاگری‌های مقاومت ایران در مورد برنامه اتمی رژیم، دیکتاتوری آخوندی فریب و مخفیکاری را محور سیاست خود در ارتباط با جامعه جهانی قرار داده و باید یادآوری کرد که آخوند روحانی رئیس جمهور جدید رژیم طی 3 دهه گذشته پیوسته نقش خریدن وقت را در سرفصل‌ها ایفا کرده است. وی افزود مقاومت ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازدید از محل جدید سپند فرا می‌خواند و ضروری است که آژانس خواستار مصاحبه با فخری‌زاده و مهره‌های افشا شده توسط مقاومت ایران بشود. مقاومت ایران هشدار داد مماشات و امتیاز دادن به این رژیم نه تنها علیه مصالح عالی ملت ایران است، بلکه صلح و امنیت را در منطقه و جهان به خطر می اندازد. رویتر: مخالفان ایرانی گفتند رژیم تهران سایت تحقیقات اتمی را جابجا کرده است. ابریشمچی گفت رابطه‌ای میان این نقل و انتقال و تاریخ گفتگوهای ژنو وجود دارد، زیرا رژیم نیاز داشت از خطر بازدید بازرسان آژانس اجتناب کند. خبرگزاری رویتر، پاریس، 10 اکتبر 2013. روز پنجشنبه اپوزیسیون ایران گفت اطلاعاتی در مورد آنچه که آن را یک مرکز تحقیقات تسلیحات اتمی در تهران مینامید در اختیار دارد که حکومت برای اجتناب از شناسایی آن در آستانه مذاکره با قدرت‌های جهانی در حال جابجایی آن بوده است. شورای ملی مقاومت ایران در سال 2002 تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم رژیم ایران در نطنز و تأسیسات آب سنگین در عراق را افشا کرد. شورای ملی مقاومت ایران که در پاریس مستقر است، با اشاره به اطلاعاتی از منابع موجود در داخل ایران گفت یک مرکز تحقیقات و طراحی تسلیحات اتمی به نام سپند به یک سایت بزرگ و امن در یکی از مجتمعهای وزارت دفاع در تهران در حدود 1 مایلی از موقعیت قبلیش در حال جابجایی بود. این شورا گفت مرکز مزبور حدود 100 محقق، کارشناس و مهندس استخدام کرده و آزمایش‌هایی در مقیاس کوچک توسط مواد رادیواکتیو را صورت داده و مسئول تحقیق و آماده سازی برای دستیابی به سلاح‌های اتمی است. مهدی ابریشمچی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت رابطه ای میان این نقل و انتقال و تاریخ گفتگوهای ژنو وجود دارد، زیرا رژیم نیاز داشت تا از خطر بازدید بازرسان آژانس اتمی اجتناب کند. خبرگزاری فرانسه: اپوزیسیون گفت رژیم ایران برای فریب جامعه جهانی مرکز اتمی را جابجا می کند. پاریس، 10 اکتبر 2013. مهدی ابریشمچی از شورای ملی مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس گفت رژیم ایران برای مخفی کردن فعالیت‌های اتمی‌اش در حال حاضر سرگرم یک عملیات گسترده جابجایی مرکز مسئول تحقیقات و طراحی پروژه نظامی اتمی است. بنا به گفته این گروه اپوزیسیون که افشاگری‌های چشمگیری در مورد برنامه اتمی رژیم ایران در گذشته داشته است، اکثریت فعالیت این مرکز از زمین وزارت دفاع در شرق تهران به یک سایت جدید در حدود 3 کیلومتر دورتر برده شده است. ابریشمچی گفت انتقال در ابتدای سپتامبر شروع شد و هنوز تمام نشده است، ولیکن اساس آن انجام شده است. شورای ملی مقاومت ایران گفت این اطلاعات از جمله لیستی از 100 تن از عوامل این مرکز را نیز روز چهارشنبه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده است. زوزه های ولی فقیه ارتجا از افشای فریبکاری و جابجایی سایت اتمی. بخشنامه بیت العنکبوت خامنه‌ای به رسانه های ولایت.
وحشت نظام از برملا شدن ترفند جابجایی سایت در بهبوه جنگ گرگ ها و فضیحت نرمش شیادانه. فاشیسم خوناشام دینی که در بهبوه مانورهای دیپلماتیک و دعاوی ضد خشونت از سوی آخوند روحانی در شهرهای ایران به اعدامهای جمعی دست میزند و توسط مزدوران عراقیش در اشرف قتل عام و گروگانگیری می کند، به موازات نرمش شیادانه در آمریکا و ژنو دست به جابجایی یک مرکز اتمی زده، ولی از این که مقاومت ایران ترفند فریبکاری اتمیش را برهم زده سخت سراسیمه شده است. در واکنش به این ضربه سنگین، زوزه های وحشت ولی فقیه ارتجا در یک متن یکسان و دیکته شده برای انتشار در رسانه های زنجیره‌ای ولایت، شدت خشم و غیظ نظام بحران زده را برملا کرده است. خبرگزاری سپاه پاسداران با درج همین متن کلیشه شده با سوز و گداز بسیار می نویسد: در آستانه مذاکرات ژنو دشمنی های مجاهدین با نظام تمامی ندارد. ادعای جدید مجاهدین علیه برنامه هسته‌ای نظام در آستانه مذاکرات نظام و 5+1. گروهک مجاهدین سخن پراکنی های جدیدی را علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی آغاز کرده است. رویترز گزارش داده که شورای ملی مقاومت که اکثر اعضای آن را سازمان مجاهدین تشکیل می‌دهند، ادعا کرده است که اطلاعاتی از یک مرکز هسته‌ای مخفی در ایران در اختیار دارد. این گروهک تروریستی که دستش به خون بسیاری آلوده است، در ماه جولای هم اتهامی را از همین دست به جمهوری اسلامی وارد آورده بود، اما کشورهای مختلف توجهی به آن نکردند و تنها فرانسه ابراز داشت که این ادعا را بررسی خواهد کرد. گروهک در ادعای جدید خود گفته است که نظام یک برنامه نظامی هسته‌ای را به سایتی نظامی در 1.5 کیلومتری تهران منتقل کرده است. مجاهدین در ادامه ادعای خود ابراز داشتند که در حدود 100 کارشناس در حال انجام آزمایش‌های کوچک در این سایت نظامی هستند. مجاهدین از هر گونه تعامل احتمالی بین نظام و 6 کشور نگران بوده و مستمرن دوستان غربی خود را به تشدید اقدامات علیه نظام تشویق می کنند.